سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته. جمشید چالنگی هستم. در بعد از ظهر سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن آفتابی، ساعت 8:30 شب به وقت تهران و ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی با شما خواهم بود در تفسیر خبر. در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم به آنچه که جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی و دو جناح عمده آن خوانده میشود. آخرین اخبار در این زمینه را بررسی میکنیم در گفتگو با میهمانان امشب تفسیر خبر. در استکهلم آقای حسن اعتمادی تحلیلگر سیاسی و در واشنگتن آقای اردوان روزبه روزنامه‌نگار و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای اعتمادی سلام به شما. سلام جناب چالنگی، خدمت شما سلام عرض میکنم، همکارانتون و جناب آقای اردوان روزبه و بینندگان برنامه شما. اردوان عزیز با سلام به شما و امیدوارم از آفتاب بعد از ظهر واشنگتن لذت ببرید. سلام بر شما بینندگان برنامه‌تون، جناب آقای اعتمادی دوست عزیزمون و خودتون جناب چالنگ، امیدوارستم که همه در سلامت و صحت همه مردم و شما باشید در این روزهای پر از بحران داعش و درگیری و جنگ و خون. امیدوارم که مردم سر به سلامت بذارن و آفتاب لذت بخش هم داشته باشن. البته به سلامت باشن، حالا اگر آفتاب نبود نبود، هیچ اشکالی نداره. بنظرم خب تا رسیدن به چنین روزی تحقق آرزوی اردوان عزیز. آقای اعتمادی گرامی، آنچه که در ایران هست به هر حال نظام اسلامی خونده میشه، حکومت فقیه هست، هر عنوانی که داره، به نظر میرسه در درون این نظام نوعی جنگ قدرت هست. برخی اینو جنگ قدرت به صورت تفسیر میکنند و تعبیر میبینیم که یک روز برای احمدی نژاد، دکتر محمود احمدی نژاد، با تمطراق عناوین مختلفی میتراشن، اما روز بعد تمام کاسه کوزه ها بر سر اون خورد میشه، معاونش به 15 سال زندان محکوم میشه. یک روز بر عرش، یک روز بر فرش. شما این درگیری ها رو آیا جنگ قدرت تلقی میکنید؟ آیا یک نوع دموکراسی خانگی در میون روحانیون و حواریون و حواشیشون تلقی میکنید؟ چی هست؟ بله، عرض کنم جناب چلنگی، به نظر من پرسش شما اینقدر به نظر من دقیق و پرمعنا بود که شاید بشه این برداشت رو کرد از همین پرسشی که شما خیلی خلاصه بیان کردید که به واقع جنگ قدرتی در پیش است و به واقع این رقابت هایی که به یک معنا در هر دوره ممکنه در بین جناح‌های حکومت اسلامی ایران پیش بیاد به عنوان نوعی دموکراسی است. من فکر میکنم که هم هست و هم نیست. به یک معنا این رقابت و این جنگ قدرت در بین جناح‌های رژیم وجود داره، اما ما باید ببینیم که این جنگ و این رقابتی که در طی این سالها وجود داشته چه اهدافی رو دنبال می‌کرده. آیا در بین این جنگ و این رقابت قدرت منافعی هم برای مردم ما وجود داره و این رقابت بر چه نیتی و بر اساس چه هدفی داره شکل می‌گیره؟ من تصور میکنم که همواره در رقابت هایی که به خصوص بعد از پایان جنگ ایران و عراق پیش اومد، با
کار اومدن دولت آقای رفسنجانی به مرور شکل گرفت، یعنی با بازگشت سرداران سپاه به جامعه و به مرور دست یافتن اونها به اهرم‌های قدرت و به مراکز قدرت اقتصادی و مالی کشور، این رقابت‌ها به وجود اومد و همچنان تا به امروز وجود داره. اگرچه بسیاری سعی کردن در طی این سالها به مسئله رقابت و دعوایی که بین محافل قدرت و جناح‌های حکومتی وجود داره رو به یک معنا منشأ امید بکنن برای توده‌های مردم، برای ما ایرانیان، که گویا اینها بر اساس تضاد منافعی که در بینشون هست میتونیم ما از این شرایط و موقعیت به نفع مردم استفاده بکنیم، در صورتی که تمام این دعواها و تضادها از روز نخست برای گرفتن اهرم‌های قدرت بوده، برای تسلط بر منابع مالی و اقتصادی کشور بوده، تسلطشون در رابطه با مسئله نفت و گاز کشور، بازار و تجارت بین المللی بوده که باعث این دعواها و نزاعها هم در بین اونها شده و گاهی دعوا و نزاعها هم حتی به مراحل جدی هم به نظر رسیده، اما هیچگاه این دعواها و این نزاعها منافعی رو برای مردم کشور ما به پیش نیاورده. تفسیر شما رو میشنویم آقای اردوان عزیز. خدمت شما عرض کنم، اون چه که مسلمه همونجور که جناب آقای اعتمادی هم اشاره کردند، این چه این که امروز تنشی در رده های بالای نظام با محله های مختلف فکری وجود داره در اون بحثی نیست و شکی من هم ندارم و باورم بر این هستش که به هر حال ما در یک به نوعی میشه گفت چالش همه جانبه در بدنه قدرت در ایران روبرو هستیم، اما در یک بخشی من نظری متفاوت در دارم. واقع قضیه این استش که اگر ما مجموعه بدنه نظام رو همیشه یک پارچه ببینیم و اینکه همیشه نظام بیرون از مردم هست و مردم جدا از اون تابعی هستن از اینکه اون نظام بهرهش رو میبره و مردم باید به نوعی، حالا میشه گفت با این اصطلاح که مثلا سواری باید به نظام بدهن، من باورم بر این نیست. به این جهت که من معتقدم، همیشه هم تاکید کردم، بخش‌های عمده‌ای از نظام که ما راجبش صحبت می‌کنیم مثلا اون طبقات مختلف مردم ساخته شده. واقعیت اینه که درگیری‌ها و بحران‌های بعد از انقلاب یکی از مهمترین معایبی که با خودش همراه آورده مسئله فرصت طلبی است و من باورم بر این هستش که وقتی ما در مورد نظام صحبت می‌کنیم باید در مورد بخش و طبقه‌ای از مردم صحبت بکنیم که ناخواسته یا خواسته وارد این فرصت‌سازی‌ها شدند و از این فرصت‌ها استفاده کردند. حقیقت هم اینه که امثال آقای بابک زنجانی، آقای شهرام جزائری و ده ها و شاید صد ها نفر آدم های دیگه که در بدنه نظام از فرصت ها استفاده کردن و با چسبیدن به قدرت بهره های مالی رو بردن، همین آدم هایی بودن که کاسب بازار بودن، آدم هایی بودن در خیابان بودن و آدم های معمولی بودن. این متاسفانه دلیل عمدهش عدم شفافیت بوده که این امکان رو فراهم کرد آدم‌هایی که اگر تونستن این فرصت‌ها رو به دست بیارن بچسبن و بهره کافی رو ببرن ازش. در مورد این شرایط من معتقد هستم که این جنگ وجود داره و هیچ بحثی توش وجود نداره، منتها من فکر می‌کنم اگر ما بخوایم منطقاً به موضوع نگاه کنیم، مسئله تداوم حاکمیت در هر کشوری یکی از مهمترین اتفاقاتیه که برای اون حکومت می‌افته. یعنی اون حکومت به هر حال حاضر نیستش که عدم، یعنی هر کاری رو انجام بده با این هدف که حتی تضمین کننده تداومش نباشد. خب بسیاری از کشورها این تضمین رو با هزینه‌های بسیار سنگین و تحمل کردن حتی خشونت و خشم و مرگ و درگیری و نیستی به وجود آوردن و بسیاری هم سعی کردن راه دومی رو پیش بگیرن، یعنی راه این که بتونن نظر مردم به نظر مردم نزدیکتر باشن و مردم اونها رو نگه دارن و حفظشون بکنن. به نظر من میرسه در آن اتفاقی که امروز داره میفته این که این یه مقداری به عقلانیت داره نزدیک میشه، یعنی به این معنا که در حاکمیت ایران امروز شما میبینید مسائلی داره طرح میشه، در دولت ایران داره مسائلی طرح میشه که خب ما در گذشته نداشتیم و نمیشنیدیم. فراموش نکنید همون دولتی که در گذشته درش آقای محمود احمدی نژاد به راحتی آب خوردن مهمترین معادلات سیاسی جهان و حتی نظامی جهان رو به تمسخر میگرفت که هزینه‌های سنگینش متوجه مردم میشد و به هر حال اصل مجموعه مرکزی و هسته حاکمیت در ایران چندان مخالفتی باهاش نمیکرد، امروز میبینی این رویکرد عوض میشه.
یعنی بیان دولت عوض میشه، لحن دولت عوض میشه. حتی اگر دقت کنین، علارغم این که من فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی هنوز هم هر از گاهی ایشون سعی میکنه با حالا ادبیات تندتری صحبت کنه، ولی خیلی بیش از اون چیزی که در گذشته ایشون رفتار میکرد تغییر کرده نوع ادبیات. اردوان عزیز، دو نکته فقط کوتاهی بفرمایید. یک نکته، شما به فرصت ها اشاره کردین. پرسش این هستش که این فرصت هایی که شما اشاره کردید برای همگان بوده، یا اینکه یک خصوصیاتی رو میطلبیده که افراد به خصوصی، آنچه که فرصت طلبی نامیدید، یک خصوصیاتی از بابت گردن گذاشتن به خیلی از مسائل یا جزء یکی از گروه ها یا دسته ها یا فراکسیون ها یا باند ها، هر چه که هست باشه. پر واضح آقای چالنگی عزیز، اگر کسی قرار باشد که سر به هیچ نوع نهله فکری نگذارد، به سمت هیچ کسی تمایل نداشته باشد و به نوعی به قول معروف خودش رو وصله یک جریان نکند، قطعا هیچ وقت این بهره رو نتونسته بره. اما در طول سالهای سال متمادی، مخصوصا تحمیل 8 سال جنگ بر مردم و مسائل از این دست، و بعد از اون مسئله بازسازی، و بعد از اون همه اتفاقا اشاره کردن جناب اعتمادی مسئله دوران آقای هاشمی، اگرچه که من فکر میکنم آقای هاشمی با هدف این کار رو کرد که نظامی ها از اون پتانسیل و قدرتی که داشتن که میتونست خطرساز هم باشه با هدایتش به سمت بازسازی استفاده بکنن، ولی یه اشتباه بزرگ بود و من همیشه فکر میکنم که بزرگترین اشتباه این بود که نظامی ها وارد اقتصاد شدن، کما که امروز شما میبینید سپاه پاسداران هنوز قابل کنترل در بخش اقتصاد نیست، علارغم اینکه در یکی دو سال اخیر تحت فشار قرار گرفته و تو فشار بوده نمیتونن کنترلش بکنن. من تصور میکنم اگر کسی به لحاظ اخلاقی و خصلت های شخصیتی آمادگی اینو داشته که به یک جریانی خودش رو متصل بکنه، قطعا بهرش هم میتونسته ببره. نکته رو مطرح کردن آقای اعتمادی. آقای روزبه، پرسش من هست از شما. ایشون به این موضوع اشاره میکنن که تغییر لحن دولت حسن روحانی، ممکنه یک دولتی بر اساس مصالحی در حتی نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع تغییر لحن بده، اما این لحن آیا عملی میتونه بشه؟ وعده ها یا حرفایی که زده، این یک نکته است. و همین تغییر لحن، باز از حرف خودشون من وام میگیرم، این تغییر لحن آیا زمین ساز تداوم نظام هست؟ و اصلا چه ضمانت هایی در خود جمهوری اسلامی شما میبینید که تضمین کنه وجود ادامه همین لحن رو برای دولت‌های آینده؟ یعنی دوباره 4 سال 3 سال هر چقدر دیگه این مردم دوباره پای صندوق‌های رأی نباشن، بین بد و بدتر انتخاب کنن و باز نوبت یک طیف دیگه مثل احمدی نژاد و بقیه برسه. چه تضمینی هست برای تداوم این لحن، اگر لحن با نکات مثبتی هست؟ جناب شالنگی، من بارها در برنامه شما به این نکته اشاره کردم که تنها چیزی که در هر جامعه ای نقش اساسی رو بازی میکنه قوانین اون کشوره، قوانین اون نظام و سیستم سیاسی است که حکومت میکنه در اون جامعه. ما یک قانون اساسی داریم که در این قانون اساسی مسائل بسیار روشن و مشخصی درش وجود داره، از جمله نقش ولایت فقیه در تعیین سرنوشت کشور. بنابراین هر دولتی که بر سر کار بیاد، چه دولت آقای خاتمی، چه دولت آقای روحانی، چه دولت آقای احمدی نژاد، اگرچه به ظاهر میتونن به قول جناب روزبه لحنهای مختلفی رو به کار ببرن، کما اینکه بردند. گاه ما دیدیم که در دورانی که آقای احمدی نژاد خودش آماده میکرد در دوره اول نخست، یه ویدیوی خیلی معروفی هم ایشون دارن در به اصطلاح شبکه‌های اینترنتی، میشه رفت اونو دید، در رابطه با مسئله حجاب دختران و زن، دختران و پوشش پسران صحبت میکنه، یا فرم آرایش سر پسران صحبت میکنه. در اونجا یه جمله معروفی داره آقای احمدی نژاد و میگه که آیا واقعا مشکل اساسی ما مشکل موی دختران و پسرامونه؟ یا ظاهر، یک من نقل به معنی میکنم، و با پوزخندی طوری مسئله رو مطرح میکنه که اگر من بر سر کار بیام مسائل آزادی های اجتماعی به یک نوعی تامین خواهد شد. و ما میبینیم در دوره‌ای که آقای روحانی به عنوان کاندید این ریاست جمهوری
تبلیغات خودشون آزاد خودشون رو شروع میکنن با همین لحن صحبت میکنن، میگن من به شما قول خواهم داد که دیگه در خیابان ها کسی مزاحم دختران و پسران ما به خاطر نوع پوشش و ظاهرشون نشه. باز اینم نقل به معنی من میکنم، یعنی هم دو کسانی که به عنوان نماینده اصولگراها باشن و یا به عنوان نماینده اصلاح طلبان حکومتی باشن، هر بار بر اساس شرایط و نیازها و کمبودها و مشکلات جامعه به خصوص جوانان یا طبقات معینی از جامعه که همیشه حساس هستند، روشنفکران، دانشجویان، جوانان، زنان، کارگران و حقوق بگیران، اینها مورد مخاطب قرار میگیرن و وعده های بسیار شیرینی به اونها داده میشه. اما بعد از اینکه اونها بر سر قدرت میان، ما نه تنها هیچ گونه تحولی و هیچ گونه به اصطلاح رفرمی در جهت به اصطلاح رفع مشکلات جامعه نمیشه، بلکه شرایط باز نسبت به دورهای گذشته سخت‌تر میشه. حالا آقای اعتمادی، اگه به شما گفته بشه در جمهوری اسلامی بگن آقا همه جای دنیا رئیس جمهورها زمان نامزدی یه حرف میزنن، بعد وقتی رفتن، چون این منطقی گاهی استفاده میکنن، وقتی مون انتخاب شدن مثلا خب نمیتونن یا به وعده هاشون عمل نمیکنن، چه خواهید گفت؟ ببینید، اولا درست میگید شما، در تمام جوامع افرادی که قرار است که مسئولیت و مدیریت جامعه خودشون رو به دست بگیرن، در هنگام کاندیداتوری خودشون و تبلیغاتی که میکنن وعده‌هایی رو به مردم میدن، ولی خیلی بعیده که معمولا تمام وعده ها یا درصدی از وعده ها به اجرا در نیاد. ولی اگر هم ولی یه نکته که مهمه، مقایسه شرایط زندگی مردم ما با سایر مردم کشورهای متمدن و پیشرفته است. ولی من میخوام بگم که اصلا قابل مقایسه نیست مطالباتی که امروز زنان ایران دارن با مطالباتی که مثلا زنان سعودی در کشور، در این کشور که من زندگی میکنم دارن. زمین تا آسمان است. امروز زنان و دختران ایران در کنار خیابونها به صورت تحقیرآمیزی تو سری میخورن، کشیده میشن، اونها رو وارد به اصطلاح این اتومبیلایی که متعلق به ماموران انتظامی و کنترله میکنن و بعد اینا رو میبرن در جاهای معینی ازشون عکس برداری میکنن، انگشت نگاری میکنن و چیزایی که همه شما بهتر میدونید. امروز در جوامع پیشرفته جهان کسی حق نداره که چنین جسارتی رو و چنین توهینی رو، نه در این حد، در کوچکترین و در ساده ترین شکلش به یک شهروند به اصطلاح کشور متمدن بکنه. اما نکته مهمی که در صحبت‌های جناب روزبه عزیز بود این بود که، و درست هم اشاره می‌کردن در مورد این مسئله، اینه که آقا بدنه این نظام با اون کسانی که در رأس نظام هستن شرایط متفاوتی دارن. من میخوام فراتر از این برم. من معتقدم که حتی در دولت‌های مختلفی که تا به امروز بر سر کار اومده، عناصری بودن که واقعاً تابع سیاست‌های حکومت اسلامی ایران نبودن. به صورت فردی عرض میکنم، یعنی آدم‌های خیرخواهی بودن، آدم‌هایی بودن که به واقع میخواستن کار درست انجام بدن، آدم‌هایی میخواستن که جامعه رو، وضعیت جامعه رو بهبود ببخشن. اما سیستم سیاسی و نظامی که بر جامعه ما حاکمه، بر این حکومت حاکمه، نه تنها حتی عناصری که در درون شبکه قدرت هستند رو اجازه نمیدن که کوچکترین به اصطلاح اقدامی بر علیه منافع حاکمان اصلی این رژیم بکنن، و بنابراین در یک چنین شرایطی خیلی روشنه که بدنه این نظام ها که طبیعتاً همونطور که جناب روزبه عزیز بهش اشاره کردن که تکنوکرات ها، کسانی که به اصطلاح در عرصه های مختلف اقتصادی، تو صنعتی، کشاورزی فعالیت میکنن و حتی در نهادهای دولتی حضور دارن، اینها نقش تعیین کننده ای ندارن. بنابراین همواره این دعوا در اون بالا در رأس این حکومت ها وجود داشته و اینها بودن که قدرت و سهم خودشون رو از ثروت هایی که در کشور وجود دارن بین خودشون تقسیم کردن. خب یک نکته هم درباره وعده های پیش از انتخابات هست. از زمان آیت الله خمینی تا به امروز این بوده که وعده های داده شده، اما این وعده ها تا چند اندازه عمل شده یا نشده مردم بهترین گواه هستند. از زمان آیت الله خمینی در نفلوشاتو که همه احزاب آزاد خواهند بود، همه احزاب، همه مطبوعات و و و همه اینها، اما چه شد و بقیه مسائل و آنچه که وعده داده نشده بود و به عکسش وعده داده شده بود این بود، وعده داده نشده ها که از فردای فیروزی 23 بهمن ما
اعدام ها آغاز خواهد شد و تا به امروز خواهد رسید و ادامه خواهد داشت، که در هر 7 ساعت و نیم آماری که حالا منتشر شده یک نفر در ایران اعدام شده. آقای روزبه گرامی و عزیز، همون پرسش از شماست، چه تضمین های نشون های آشکار و مستحکمی وجود داره که این تغییر لحن یا نیت یا هر چه که هست در دولت آقای روحانی اگر هست برای ادامه پیدا کنه و راهگشای سنگ بنای ساختن نکات دیگه ای باشه، یعنی بنایی باشه برای آسایش و آبادی کشور و مردم؟ جناب چالنگی، با تایید بخش عمده از صحبت‌های جناب آقای اعتمادی و همچنین توجه به این روی کرد که به هر حال ما با یک چالش و یک درگیری بسیار گسترده‌ای روبرو هستیم در کشور، که این مسیر مسیری بسیار صعب العبوری بوده در گذشته، به دلیل اینکه منافع گروه‌های مختلف چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ دیدگاه‌های اعتقادی و هر چیز دیگه اولاتر از حقوق مردم، حقوق حقه مردم بوده. در این میانه متاسفانه باید شاهد همه اتفاقهای بد هم می بودیم، هیچ شکی بر این وجود نداره. اگر کسی اینو انکار بکنه خارج از انصاف حرف زده. ما دریاچه ارومیه از دست دادیم، ما میراث فرهنگیمون از دست دادیم و ما خیلی اتفاقهای دیگه برای مردممون افتاده. همه اینها درسته، ولی به نظر میرسه مهمترین نکته این هستش که ما باید به این موضوع نگاه بکنیم که آنچه که داره اتفاق میفته، البته با تأکید به این موضوع که هیچ بعید نیست دولت آقای روحانی هم خطا بکنه، به دلیل اینکه آقای روحانی در سال اولش رو گذشته رد کرده و پیش رو هنوز مدتی داره و کارنامه آقای روحانی رو واقعا باید بعد از 4 سال بررسی کرد و نظر داد که آیا واقعا آقای روحانی قدمی در این راه برداشته و اگر برداشته ثابت قدم بوده یا خیر. اما آنچه که اتفاق میفته به نظر من این هستش نقطه ویژه کار. با تصور به این که معمول در جامعه ما این هستش که وقتی چیزی طرح موضوع نمیشه همیشه پنهان میمونه، یعنی فرض رو بر این بگذارید که در یک دوره در کشور ایران مسئله بیماری ایدز یک مسئله امنیتی بوده و با نگاه امنیتی به یک بیماری واگیردار که تمام جهان باش مبارزه میکردن نگاه شده. در آن زمان که اتفاقا من هم روزنامه نگار بودم و یکی از مسائلی که باش دوچار شدم و در نه در خیلی از موارد باید سکوت میکردم همین بود که نوشتن در مورد بیماری ایدز یک موضوع امنیتی بود. خب این یعنی موضوع بیماری واگیردار هم تلقی میشد داره؟ بله، ولی به هر حال موضوع امنیتی محسوب میشد و نوشتن در اون در یک جامعه اسلامی خب به هر حال قطعا معقول نبود، در حالی که واقعیت هم این بود که یه بیماری واگیردار است و هیچ ربطی به مسئله جنسیت، فساد و یا چیز دیگه هم نداره. خب ببینید در زمان واگیر داره خدمت رو عرض کنم که این در دوره‌ای که نگاه امنیتی بهش میشه رشد سعودی این بیماری در جامعه ایران به مرز خطر میرسونه این بیماری، و درست از زمانی که بنابر این گذاشته میشه که باید اطلاع رسانی بشه شما میبینید که به مرزهای کنترل نزدیکتر میشه. این تمام تسری پیدا میکنه توی تمام جامعه. وقتی شما نگاه امنیتی به جامعتون داشته باشید، وقتی مردم نامحرم محسوب بشن، وقتی که این فضا همیشه فضای نگوها باشه، پر واضحه که شما نباید امیدی به تغییر داشته باشید. اما من چیزی که دارم در این یک سال اخیر میبینم این هستش که حالا تصوری وجود داره، بله آقای اعتمادی اشاره میکنم ممکن هست این هم نوعی سیاست دیگر باشه، من واقعا نمیگم ممکنه نباشه، من میگم 4 سال بعد باید قضاوت کرد، یعنی الان پیش داوری از نایه من منطقی نیست. پرسش من این بود آقای اردوان، اینی که این باشه یا اون باشه یه بحث دیگه است، و این که باید 4 سال منتظرمون به عنوان یک تحلیلگر ببینه آدم، خب روند اقدامات رو اون رو هم یه نظارتی برش هست حالا مردم یا نه. حرف من این هست، چون شما گفتید که تغییر لحنهایی داده شده، حرف و پرسش اینه که چه ضمانتی وجود داره یا نشانه‌هاش دیده میشه در جمهوری اسلامی که مثلا آنچه رو که آقای روحانی میگه به فرض خوب هرچی که هست این ادامه پیدا کنه، همین بعد حرفایی که زده، یعنی 2 سال 3 سال دیگه باز در بر همون پاشنه نشرخه، چون احمدی نژاد رو که دیدیم، آقای خاتمی رو هم دیدیم قبلش،
تغییراتی که شد هیچ کدوم دوام نیاورد، چه در مورد آقای خاتمی ماندگار نشد، چه در مورد آقای احمدی نژاد. در این مورد چی؟ آیا شما چون فرمودید نظام به هر حال تداوم نظام رو صحبت کردید، تداوم دولت رو، به یه نکته باید توجه کنید و اونم اینه که دیگه سیاست داخلی رو به نظر من در هیچ کشوری نمیشه مجزا از سیاست خارجی و وضعیت ژئوپلیتیکش و شرایطی که درش قرار داره ارزیابی کرد. اصلا منطقا دیگه هیچ کسی در جزیره تنهایی در دنیا دیگه زندگی نمیکنه. امروز موج ارتباطات جهان انقدر فراتر از این حرفاست که مرزها در نوردیده شده و کسی دیگه پشت این مرزها نیستش. واقعا من با تصور به این که اگر مجموعی از اتفاقات شامل اتفاقات تکنولوژیک، شامل اتفاقاتی که در جهان امروز داره میفته، شامل وضعیت ژئوپلیتیک منطقه که امروز شما میبینید که ما در وسط یک بحران ایران رو داریم میبینیم، من فکر میکنم که نه تنها این شرایطی است که فقط دولت مردان باید بهش میرسیدن یا رسیدن یا تداومش تضمین میکنن، بلکه شرایط جامعه جهانی و وضعیت منطقه خودش کنترل کننده این موضوع. یعنی بخشی از این شرایط رو به نظر من نیاز نیست ما حتما تضمین بگیریم که دولت مردان عمل خواهند کرد یا نه. من معتقدم که بخش عمده از این شرایط موجود منطقه‌ای و شرایط موجود جهانی این فشار رو خواهد آورد تا به این سمت بره. هر دوره‌ای که شما نگاه میکنین، از 2 سال قبل، 1 سال قبل به این بر، هر سالی که میبینید بینیم جلوتر، امکانات، دسترسی ها و اون راههایی که ارتباطات بیشتری با جامعه جهانی وجود داشته باشه، دانش بیشتری وجود داشته باشه فراهم میشه و اینها قابل کنترل هم نیست. هر کار که بشه قابل کنترل نیست. شما زمانی میتونید بر یک فردی تحمیل بکنید یک چیز مشخص رو که اون دانسته هاش کمتر از شما باشه، ولی امروز وقتی دانسته ها بیشتر از شما میشه، شما دیگه نمیتونید اون تحمیل بکنید. من معتقدم که اصلا بخشش لابد و ناچاره، یعنی اصلا این شرایط وجود داره که ما به سمت تغییرات بنیادین و اصلاحات بریم. البته من فکر میکنم که در زمان بسیار طولانی. خب راجع به بیماری ایدز در پرانتز توضیح بدیم. آقای اردوان عزیز وقتی گفتن مصری از واگیردار هست، به معنی مثلا مثل سرماخوردگی مصری نیست، درسته اردوان؟ یعنی منظور کسی به اساس سرماخوردگی نمیگیره ولی یک بیماری. نه، منظور من واگیردار بودن اید برای برخی از بینندگانمون این سوء تفاهم پیش نیاد که مثل بسیار دیگه از بیماری های واگیردار به شکل ویروسی از مثل سرماخوردگی که یک بیماری مثلا مصری هست یا سرایت میکنه به دیگران، اید چنین نیست. منظور از واگیردار به طرق دیگه هست، نزدیکی های جنسی یا طرق دیگه هست، آلودگی های خون ممکنه نیست. خب همه بیماری ها واگیردار بودنشون به طریق جنسی نیستش و به طریق سرماخوردگی نیستش، چون بدن اینکه ابولا هم الان همه دنیا رو داره میگیره و به روش سرماخوردگی ممکنه نباشه یا باشه، حتی هپاتیت میتونه خیلی خطرناکتر از ایدز باشه، ولی به هر حال اینا در رده های مختلف از نظر سرایت رده های مختلف قرار میگیرن که خب اونم یه رده از سرایت هستش. بله، من فقط میخواستم برای برخی از بینندگانمون مثلا، چون یک بار اوائل بیماری یعنی ایج که آمده بود، همه تلقیشون این بود که مثلا اگر یک کسی که ایج داره مثلا در دست به جای زد و شما هم دست، یا کسی دست به همون جا هم بزنه دستش بخوره به اونجا، احتمالا سرایت خواهد کرد بهش. این رو من اتفاقا آقای چلنگی چون اشاره به این موضوع کردید، حالا در ادامه صحبت هم دوست دارم که یک پرانتزی هم باز بکنم. یکی از منافع و یکی از محاسن بزرگ تکنولوژی دنیا که امروز به نظر من ما مردم مخصوصا در کشورهای جنوبی مدیون این تکنولوژی بیشتر از حتی شمالی ها هستیم، اینه که فرصت ها برای دانستن خیلی بیشتر افزایش پیدا کرده. واقعا الان خیلی از مردم، من میدونم که اینجوری فکر نمی کنن، یعنی درک کافی به دلیل دانش بیشتر انقدر در جامعه تسری پیدا کرده، به خاطر نوع ارتباط هم با جامعه ایرانی عرض می کنم. جامعه ایرانی الان خیلی چیزها رو پذیرفته به دلیل همین دانش ها و پر واضحه که این دانستن ها کمک کرده آدم ها بدونن که دیگه کسی در قرنطینه قرار نمیگیره چون ایدز داره. من اینو کاملا احساس میکنم. بله، به هر حال خوشحال هستیم و این پرانتز اردوان عزیزم بسیار ضروری بود. اما یک بیماری دیگه در منطقه مصری هست و سرایت کرده، اون هم بیماری خشونت، بیماری آدمکشی، بیماری ایدئولوژی، بیماری آنچه که در منطقه میبینیم.
از داعش گرفته تا انصار شریعه تا انصار الله تا بقیه که بیرقهایی رو برافراشتن که هر گروه دیگری رو به انحراف متهم کنه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اعتمادی عزیز، اون چی که در نظام ایران میگذره، اشاره کردیم آیا جنگ قدرت هست یا اختلاف ایدولوژیک یا استنباط ها و برداشت های مختلف یا هر چی که هست، ریشهش کجاست؟ خیلی ها معتقد هستن ریشه اقتصادی، مساله اقتصادی داره، یعنی دو گروه عمده یا دو جناح مختلف یا دو باند یا هر چی که هست رو در روی هم هستن، مثلا یک جناح مصالح اقتصادی و منافع اقتصادی خودش رو در وضعیت موجود، تحریم های موجود، ادامه وضعیت موجود با جهان میبینه، گروه دیگه، باند دیگه، جناح دیگه برخلاف این تصورش این هست که باز کردن دریچه ها به سوی جهان و دروازه ها پایاننده همه مسائل هست. دو نگاه مختلف، ریشه اقتصادی مختلف و مساله اقتصادی مختلف، چون این هست نیست؟ از شما میپرسیم آقای اعتمادی عزیز. جناب چالنگی، من پیش از اینکه به پرسش شما پاسخی بدم، مایلم به نکات بسیار مهمی که جناب روزبه عزیز بهش اشاره کردن نیز برخورد بکنم. ببینید، جناب روزبه عزیز مطرح کردن که واقعیتش اینه که چالش هایی که بین جناهای بین رژیم هست به نوعی اینها رو میتونه وادار بکنه به یک سری تغییرات سیاسی در نحوه اداره کشور. باز برداشت من، اگر اشتباه بود حتما منو تصحیح کنم. و مهمتر از اون به مسئله تأثیرات به اصطلاح تحولات بین المللی و منطقه‌ای و روی سیاست‌های جمهوری اسلامی است که باز اشاره فرمودن و گفتن که این فشارها و این تأثیرات و سیاست‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران رو مجاب میکنه که به اصطلاح تجدید نظر بکنه در سیاست‌هایی که داره. این نکات خیلی مهمه و من آرزو میکنم که ای کاش اینطور بود. من معتقدم که اگر ما بخوایم به واقع تمام انرژی و نیروی خودمون رو و تمام امید خودمون رو به این مسائل به اصطلاح وابسته بکنیم، یعنی به این امید که سیاست‌های بین‌المللی که معمولاً از جانب قدرت‌های بزرگ جهان به نوعی ارائه میشه و تحمیل میشه، باعث خواهد شد که مثلا حکومت‌های مانند حکومت اسلامی ایران درش تحول به وجود بیاد و اینها تجدید نظر بکنن. ما میدونیم که در طی سالیان گذشته در بین محافل سیاسی به خصوص در خارج از کشور یک چنین دیدی وجود داشت و در این رابطه تلاش‌ها و کوشش‌های بسیاری صورت گرفت و تا به امروز هم صورت می‌گیره که گویا ارتباط حکومت اسلامی ایران با جهان غرب و با جهان پیشرفته می‌تونه شرایط رو در ایران تغییر بده. به نظر من حتی اگر این مسئله درست باشه که نیست و اگر فرصت شد درباره صحبت هم کرد، اینه که به نوعی این بحث میتونه ماها رو دچار توهم بکنه. توهم از این بابت که خب به مرور شرایط بین المللی و قدرت‌های بزرگ جهانی با سیاست‌هایی که در رابطه با حکومت اسلامی ایران پیش خواهند گرفت و با توجه به چالش‌هایی که در بین جناح‌های حکومت اسلامی وجود داره، ما باید در انتظار اتفاقات خوبی در کشورمون باشیم. من به هیچ عنوان یک چنین اعتقادی رو ندارم و باور نمی کنم. من معتقدم حتی در کشورهای غربی تا زمانی که از سوی مردم مبارزات جدی صورت نگیره و مبارزه مستقل شکل نگیره، حتی حکومت‌های به اصطلاح پیشرفته در جهان متجدد و متمدن امروز هم تن به یک سری پاسخگویی به مطالبات مردم خودشون نخواهند داد. بنابراین من فکر میکنم در هر شرایطی ما برای اینکه بتونیم مشکلات جامعهمون رو حل بکنیم میبایستی تلاش بکنیم که مردم ما در عرصه مبارزات اجتماعی خودشون، مبارزات سیاسی خودشون، مبارزات سنتی خودشون همواره حکومت ایران رو به چالش بکشن و با حضور مداوم خودشون در عرصه این مبارزات
بتونن گامهایی رو در جهت پیشرفت و اون چیزی که جناب روزبه به درستی بهش اشاره کرد و تحول در جامعه به وجود بیارن. بدون حضور مردم در صحنه مبارزه، مبارزه سیاسی جدی، هیچ اتفاقی در ایران و در هیچ کجای دنیا نخواهد افتاد. در همین سوئدی که بنده زندگی میکنم یا امریکایی که شما زندگی میکنید، اگر مطبوعات آزاد وجود نداشته باشه، اگر نهادهای جامعه مدنی وجود نداشته باشه، اگر اجازه تظاهرات وجود نداشته باشه که مردم مطالبات و خواستای خودشون رو مطرح بکنن، همین دولت‌ها و حکومت‌های دموکراتیک هم تن به خواستای مردم خودشون به سادگی نمیدن. اما در مورد پرسشی که جناب چالنگی مطرح میکنید، اینکه آیا در بین جناح‌های رقیب بر سر نحوه به اصطلاح اداره جامعه یا بر سر مثلا مسائل معینی اختلاف وجود داره؟ من پاسخم به جناب عالی اینه. جناب چالنگی، ما یک کشوری داریم که بر اساس درآمد فروش نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور اقتصادش شکل گرفته است و این یکی از مشکلات اساسی کشور ماست. اون چی که در بین جناح‌های رژیم در مرحله نخست دعوا بر سرش است، تسلط بر سر نحوه صدور و فروش نفته، تسلط بر روی درآمدی است که ما از فروش نفت و گاز به دست میاریم. البته نفت بیشتر به خاطر اینکه مشکل صدور گاز داریم، حالا بحث ربطی به این موضوع نداره. از طرف دیگه تسلط بر روی بازاری که در یک کشور نزدیک به 80 میلیون نفر درش زندگی میکنن و تجارت بین المللی. اصل دعوا بر سر اینه که جناها میخوان بر هر کدومشون قصد دارن و میخوان که تسلطشون بر روی منابع اقتصادی کشور حاکم باشه و از اون طریق بتونن سلطه خودشون اعمال بکنن. طبیعتاً برای شما، برای اینکه بتونید یک چنین تسلطی رو پیدا بکنید، احتیاج به نیروی سرکوب دارید، احتیاج به نیروی نظامی دارید، احتیاج به نیروی امنیتی دارید، احتیاج به ارگان‌های فرهنگی دارید. جامعه را از لحاظ فرهنگی اداره بکنید، جامعه را از لحاظ امنیتی اداره بکنید. و واقعیت اینه که امروز این قدرت به دست یک محفل یا یک جنایی از حکومت که سرداران سپاه و امنیتی‌ها در رأسش قرار دارن قرار گرفته. در تمام عرصه‌ها، شما رادیو تلویزیون بگیرید تا مطبوعات، از نفت و گاز بگیرید تا بازار داخلی، یعنی ریشه این جدال رو شما اقتصادی میدونید یا بخشش رو میدونید؟ 100% بخش اصلی سر اقتصاده، بقیهش دیگه اینا حربه هاییست، مسائلیست برای فریب مردم، مسائل به اصطلاح باورهای مذهبی، تعهد به اجرای به اصطلاح قواعد مذهبی، مسائلی از این قبیل، حجاب زنان و غیره. اینا همه اینها ابزار و وسایل و بهانه‌ای است که این جناح ازش بتونه چطوری استفاده بکنه برای اینکه بتونه تسلط بیشتری به اون منابع اقتصادی دست پیدا بکنه. اصطلاحی که آقای اعتمادی به کار بردن، فریب مردم. این اصطلاح رو بعداً میتونیم، شاید فرصت بود، خواهیم شکافت که چطور، چگونه است که مردم تا یه 35 سال فریب میخورن. چرا؟ علتش چی است؟ بازش خواهیم کرد به معنی دریافتن مفهوم واقعیش بر در آنچه در ایران میگذره. در هر دو زمینه که گفتن آقای اعتمادی، حرف و سخن شما روزبه عزیز رو بشه. به طور دقیقتر اگه بفهمید منظورتون در کدوم زمینه، من دقیقتر میتونم صحبت بکنم، عرض کنم خدمت شما. آقای اعتمادی در بخش دوم معتقد هستن که این درگیری ها زمینش اقتصادی هست، مساله منافع اقتصادی است. در واقع در پاسخ به اون پرسش هست که ریشه سیاست خارجی، فرض کنید گروهی معتقد هستن مسائلشون تأمین میشه اگر به همین شکل ادامه داشته باشه رابطه ایران با جهان، گروهی معتقد هستن خیر، مساله اقتصادی این گروه در صورت گشایش درها به روی جهان هست ادامه پیدا میکنه. در بخش نخست صحبتاشون که اشاره داشتن به حرفای شما در باره تداوم حکومت ها و دولت، در دنیا کدوم حکومتی وجود داره که اقتصادی پایه جدیش نباشه؟ بگذارید اینجوری به موضوع نگاه کنیم که آیا ما در مورد کشوری داریم صحبت میکنیم که همه اتفاقات و رخداداش فقط در اقتصاد میگذره و بقیه کشورها جز این است؟ من میگم نه، در همه دنیا به هر حال اقتصاد به مبنای سرمایه و پول یکی از مهمترین تعیین کننده ترین رخدادها برای حالا تداوم یک حکومت
حتی فروپاشی حکومت و خیلی از این مسائل دیگه است. این که بحثی بسیار روش نیست. این فرمان شما کاملا درست هست بدون هیچ تردید، اما کمتر کشوری در جهان هست که در آن واحد و همزمان دو جناح اون رو اداره میکنن و کشور رو اداره میکنن و دو جناح مصالح اقتصادی متضادی گاه با هم دارن. از این بابت کشور دومی در منطقه و جهان کمتر میشه سراغ پیدا کرد که بله بفهم. واقعیت هم همینجور که شما و جناب آقای اعتمادی اشاره میکنید، در این شکی وجود نداره که متاسفانه منفعت گروهی برای در زمینه اقتصادی و سرمایه در همین وضعیت موجود کشوره. در این هیچ شکی وجود نداره. اون گروهی که امروز برمی آشوبن، اون گروهی که تحمل نمی کنن، اون گروهی که عصبانی هستن، اون گروهی که تبدیل می کنن به یک جنگ روانی و چالش ها رو به خیابان ها می کشن، اون گروهی که در زمانی که رئیس جمهوری اسلامی در نیویورک داره سخنرانی می کنه یک حکم اعدام رو به عمد در همان زمان اجرا می کنن، نشانه های بارز این مسئله است که منافع یک گروه داره زیر سوال میره و منافع یک گروه تحت شعاع قرار میگیره و با تمام تلاش و توان سعی میشه وضعیت موجود حفظ بشه. واضح است که وضعیت موجود سود بسیار کلانی نه تنها برای آدمهایی در یک جریان و جناح حالا شبه سیاسی به نظر من، به جهت اینا همش کارتل های اقتصادی میشه حسابشون کرد و نه واقعا نهله سیاسی و فکر سیاسی، انقدر این سود کلام بوده نه تنها برای اونها بلکه برای خیلی از مجموعه خارج از ایران. شما تصور نمیتونید بکنید بگید یک کسی مستقل سود اقتصادی برد از این وضعیت تحریم ها، از این فشار به مردم، از این کمبود دارو، از این نبودن امکانات در پرواز، از این قطعات یدکی که 8 دست 10 دست باید میگذشته و فقط یک تاجر وابسته ایرانی ازش سود برده. شما شرکت های سرمایه گذاری در کشور مالزی نگاه بکنید، بانک هایی که چندی پیش پروندهش دوباره مطرح شد، مسئله کشته شدن رئیس امبنک در مالزی در همین زد و بندهای مالی و خیلی از گروه های دیگه، شرکت هایی که در حال حاضر در کشور مالزی ایرانی ها در بدترین شرایط ممکن به لحاظ اجتماعی اقتصادی و زندگی دارن به سر میبرن که دولت مالزی رسما به اونها توهین میکنه، در پشت پرده سالهای سال در بنادر آزادش، در مناطق آزادش داره این جابجا کردن ها رو انجام میده. پر واضحه که منفعت فقط مربوط به گروه نیست، این یک شبکه اقتصادی بسیار کلان و بزرگی که خوشحالن از شرایط موجود. بله واقعیت اینه که اقتصاد میگرده و مجبور از یه طرف گروه دومی وجود داره که با درهای باز میخواد به هر حال به موضوع نگاه کنه. اقتصاد بازم پای است تو اینجا، تو همه جای دنیا هستش، این چیز عجیبی نیست. فقط بزرگترین مشکل قضیه در حال حاضر اینه که اون گروهی که سالهای سال بر روی مردم مثل اختاپوس افتادن و منفعتشون رو در نبود دارو، منفعتشون رو در نبود قطعات یدکی، منفعتشون رو در مشکلات اقتصادی مردم یافتن، زمینهایی که خریدن و میدانستن بیش از هر کسی سالهای بعد چندین هزار برابر خواهد شد، این افراد اونها هستن که واقعا باید جواب بدن به این مردم. و من فکر میکنم که ممکن است به این سرعت نباشه، ولی شرایط موجود اگر به همین سمت بره بر صورت این دسترسی ها یک به یک قطع خواهد شد. البته اردوان عزیز مجددا اشاره کردید که در تمام جهان، بقیه جهان هم هست، اقتصاد چنین هست. من ناچارم این نکته رو باز مجددا بگم که عجیب بودن این قضیه این هستش که در یک کشوری مثل ایران، یک کشور نفخیز مثل ایران، هر دو جناحی که مساله مختلف دارن، متضاد دارن و این مساله متضاد به شکل متضاد هم در عرصه سیاست خارجیش رخ میکنه ایران هست. یعنی سوال من دقیقا همین هست، یعنی شما میبینید که خود شما اشاره کردید گروهی منافعش در این هست، یعنی بخوام شکل مدرنشو بگیم یه گروهی شرکت و اینها هست، یه گروهی بازار هست سنتیه، اون یه ور قضیه، از یه ور دیگه این که باز کردن و بسته کردن درها هستش به سوی خارج. و متاسفانه این بیشترین آسیبش رو همونطور که اردوان عزیزم اشاره کرد مردم میخورن. و اما
در این مورد حرف من اگه سخنی داری اردوان عزیز میشنویم حتما. خواهش میکنم، من فقط اشاره کوچیک میکنم که وقتی بستر مشترک، یعنی ما هممون در مورد نفت داریم صحبت میکنیم، اونجا که آقای اعتمادی اشاره کردن، نفت بستر مشترک همه است دیگه چیگه حالا مال هر جناح هر گروهی باشه بالاخره آخرش میرسه به همین بستر مشترک، سرمایه ها مشترکه دیگه، همه با هم سعی میکنیم برسیم. بله همه با هم هستن، اما برخی از این جناها ظاهرا دسترسی به منابع نفتی ندارن برای اونچه که غارت منافع نفتی ایران خونده میشه. بله جناهای دیگه شون دارن، جناه آقای رفسنجانی مثلا خب معروف هست که چه کردن و چه نکردن در این زمینه، فعلا مورد بحث نیست. ببینید آقای رفسنجانی اسمشو بردیم، ایشون اومده و اخیرا حرفی زده که برای مصلحت یا هر چه که هست ما میتونیم بعضی فتوای مجمع در صورت تشخیص مصلحت نظام، این حرف به نحوی ادامه حرف آیت الله خمینی است که برای حفظ مصلحت ما میتونیم دولت و هر چه که هست حتی واجبات رو تعطیل کنیم. به یه شکل دیگه در یه زمینه دیگه ایشون اومده گفته که مجمع در صورت تشخیص مصلحت نظام میتواند قانون و فتواهای شرعی رو دور بزن. این یعنی دور زدن آن چه که مثلا ولی فقیه هم میگه. بس بر سر اینه که آیا آقای رفسنجانی در حال آرایش آرایش دوباره هست برای جناحی که داره، آیا سرانجام این رو در روی های جناها به رو در روی صریح تر جناح رفسنجانی و آیت الله خامنه ای منجر خواهد شد؟ فراموش نکنیم که در زمان درگذشت آیت الله خمینی همچنان کسان نیرومندی در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی بودند، اما بسیاری الان برای این عقیده هستند در پی رفتن آیت الله خامنه ای که مثل هر انسان دیگه به هر حال روزی باید بار سفر رو بست، عرصه سیاسی جمهوری اسلامی از کسان توانمندی مثل رفسنجانی اون زمان، سید احمد اون زمان خالیس و کسی هم صاحب 51% قدرت نیست مثل اون زمان. این صحنه رو شما چطور میبینید؟ حضور رفسنجانی رو در این صحنه آقای اعتمادی. جناب چالنگی، به نظر من یکی از استعدادها و توانایی‌هایی که در آقای رفسنجانی هست این است که چگونه بتونه با کلامات و با مفاهیم سیاسی بازی بکنه. شما خودتون مطرح میکنید که آقای رفسنجانی گفتن که اگر شورای مصلحت نظام تشخیص بده که فتوای یکی از آیت الله ها به نفع مصلحت نظام نیست میتونه اونو دور بزنه. خب شما چه برداشتی از این میکنید؟ برداشتی که در جامعه ممکنه بشه در مرحله اول اینه که رفسنجانی ظاهرا رابطه خوبی با روحانیت نداره، یا اینکه در برابر فقها میخواد بیسته، یعنی در دورانی که اکثریت مردم ایران نسبت به روحانیت ایران یا اون بخش از روحانیتی که در سیاست حضور دارن به نوعی دور شده از اونها، نمیخوام بگم تنفر پیدا کرده، اگرچه زیادم به اصطلاح چیز نیست، دور از واقعیت نیست، اما میخوام در همین حد بگیرم که مردم دیگر نسبت به روحانیت، نسبت به حکومت مذهبی، نسبت به حکومت اسلامی وفادار نیستند و به دنبال این هستند که یک حکومت عرفی، یک حکومتی که مانند سایر حکومت‌هایی که امروز مردم جهان درش زندگی می‌کنند به وجود بیارن. این کلمه، بهتر بگم این جمله و این مفهومی که آقای رفسنجانی مطرح می‌کنند در این حال یک واقعیت هم درش مستطره. اون واقعیت چیه؟ یک ارگانی وجود داره که از منافع و از مصلحت نظام دفاع میکنه، نه از مصلحت و منافع مردم ایران. خود این ارگان، خود این نهاد نقشش، وظیفش این است که نظام رو نگه داریم، مصلحت برای مصلحت نظام. حتی فتوای آیت الله غیر از این نگفته، حرف همین. من حرف من این نیستش که برای چی گفته این حرف، حرف من اینه که بازتاب چی هست، آیا یک آرایش دوباره نیرو هست در برابر جناحی که به هر حال آیت الله خامنه ای رهبری میکنه، جناحی که در، یعنی جناحی که در خود عرصه سیاسی جمهوری اسلامی و ادبیات جمهوری اسلامی جناح اصولگرایان به اصطلاح تعریف میشه. این یک
به اصطلاح آرایش دوباره جناح رفسنجانی است. جناب چالنگی، مهار یکی از مهارت‌های آقای رفسنجانی اینه که با همه جناح بتونه کنار بیاد. حتی اگر لازم باشه با سرداران سپاه هم کنار خواهد اومد. همین مطلبی که ایشون الان اشاره کرده چه بسا بتونه باعث دلگرمی جناح پاسداران بشه، جناح نظامی، جناب سرداران سپاه بشه، بخش بسی از اصولگراها رو به خودش جلب بکنه. به خاطر اینکه شرایط ایران شرایط بسیار حساسیه، هر آن ممکنه در اون اتفاقات غیر منتظره‌ای بیفته. سفر آقای روحانی به امریکا برای اجلاس سازمان ملل با شکست مواجه شد. جناب روزبه عزیز اشاره کردن که آقای روحانی وقتی اونجا بود یه اعدام در ایران صورت گرفت، این به منزله فشار روی روحانیه، در صورت که پیش از اینکه آقای روحانی هم به نیویورک بیان اعدام‌های متعددی در حضور خود آقای روحانی صورت گرفت. از اون گذشته آقای روحانی در این سفر حتما خود آقای روزبه به سخنرانی‌ها و مطالبی که ایشون در مصاحبه مطرح کردن توجه کردن، هیچ چیز تازه‌ای نداشت. وقتی که ازش میپرسن که آقا در ایران روزنامه‌نگارا در زندان هستن، میگه ما روزنامه‌نگار زندانی نداریم. شما ببینید وقتی که کسی با این معذرت میخوام با این وقاحت یک مسئله پدیده‌ای که برای همه ایرانیان و برای همه جهانیان محرز و روشنه اون رو انکار میکنه، بنابراین هیچ گونه به اصطلاح انتظار و پرنسیبی از سوی هیچ کدوم از مقاماتی که در رأس این حکومت هستند رو نمیشه انتظار داشت. سخن آقای رفسنجانی چون وقت کمه به نظر من میتونه حتی این معنا و مفهوم رو داشته باشه که آقای رفسنجانی زورش به فرماندهان سپاه و اطلاعاتیان نمیرسه، با این حرف میتونه باعث این عمل بشه که دل اونها رو بتونه به دست بیاره برای دوره بعد بتونن با هم دیگه با مشارکت هم دیگه بتونن قدرت رو به هر حال به نوعی بین خودشون تقسیم بکنن. در همین زمینه اردوان عزیز سخنی، حرفی، کلامی، حدیثی میشنم. خواهش میکنم. البته بعضی از اشاره هایی که جناب تومادی میکنن اصلا قابل انکار نیست. یعنی ما میفهمیم که وقتی آقای روحانی در گفتگوشون میگن ما روزنامه نگار زندانی نداریم، چون بدترین روش رو برای دفاع انتخاب کرده، به دلیل اینکه ما انکار نمیتونیم بکنیم اونچه که بارز و عیانه. ما میتونیم بگیم که آقا شما الان چه جیبت 1000 تومان داری یا نه، و کسی جیبیشون نبینه بگه نه ندارم، ولی خب نمیتونیم بگیم با توجه به این همه زندانی که اتفاقا دست بر قضا حالا بیشتر هم روزنامه نگارها شامل این شرایط قرار گرفتن که عمدتا متاسفانه اینها نه مخالف نظام جمهوری اسلامی بودن، نه مبارز بودن، و چیز من در نقش یک انتقادگر متوجهشون شد این فشار سنگین، و ما واضحه که نمیتونیم با این موضوع بریم جلو. اما من تصور میکنم که خب آقای روحانی شاید با یک طرح و یک ایده و یک برنامه ریزی وارد این بازی شده باشه، اما هزاران هزار نیروی مخالف و مخالفت برای عدم پیشرفت این ایده ها ممکنه حاکم باشه. بخشش هم ممکنه خب واقعا نظر خودشون نباشه، من نمیدونم، ولی چیزی که مسلمه بله حرف آقای اعتماد درسته، ما نمیتونیم با انکار مسئله رو حل کنیم. ما با شفاف سازی اگر هم بخوایم مثبت به موضوع نگاه کنیم باید مسئله رو حل کنیم. واقعیت اینه که اعدام وجود داره و این چیز بدی است. واقعیت اینه که روزنامه‌نگاران در بندن و این چیز بدی است. واقعیت اینه که در جامعه دو قطبی داریم. خیلی خیلی پولدار و خیلی خیلی فقیر، طبقه متوسط در جامعه داره تحلیل میره یا حتی میتونم بگم تقریبا دیگه وجود نداره. و این یه خطر بزرگه. اینها مواردی است که ما باید راجع به شفاف صحبت کنیم. تا زمانی که در مورد موارد شفاف صحبت نشه، حتما همونجوری که ایشون اشاره میکنن هست. حتما همینه که ما به نتیجه نخواهیم رسید. اما روزی که بپذیریم و شفاف در موردش صحبت کنیم، حتما میتونیم راهکارهای تازه‌ای رو پیدا بکنیم. اختلاف میان جناح‌های حکومت اسلامی ایران ریشه اقتصادی دارد. این اختلافات به کجا خواهد رسید؟ ادامه این اختلافات و ادامه این وضعیت موجود چه پیامدهای زیانبار دیگری برای مردم و سفره مردم ایران دارد؟ پرسش‌ها بسیار است. به پایان این برنامه میرسیم، اما این پرسش ها رو در برنامه های آینده در میان خواهیم گذاشت با میهمانان برنامه. امیدواریم آقای حسن اعتمادی و اردوان روزبه گرامی با ما باشند در برنامه های آینده. با سپاس بسیار آقای اعتمادی عزیز. ممنونم از شما آقای چلنگی و جناب روزبه نازنین. و همینطور سپاس از شما روزبه گرامی. از شما و میهمان عزیزتون جناب آقای اعتمادی خیلی ممنون هستم. امیدوارم در برنامه بعدی بتونیم بحث رو با هم ادامه بدیم. با امید به فردایی بهتر.
به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی روزگاری خوش برای شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید با برآمدن آفتاب. از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوساران، تفتان، زاگرس، دلهو و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.